سلام میکنم به شما جناب حجازی، همچنین به شنوندگان عزیز. ممنونم آقای مستاقی. یک سری مدارک و مصاحبه رو که شما داشتید در روز آنلاین، مصاحبه طولانی هست با یکی از مقامات امنیتی و از مقامات ساواک ایران در رژیم گذشته که فوق‌العاده نکات جالبی درش هست و گویا این مصاحبه مدت‌ها قبل صورت گرفته و شما اخیراً تصمیم گرفتید که اون رو منتشر بکنید. قبل از اینکه بپردازم به این موضوع که بسیار مهمه و دوست دارم لطف کنید و خودتون توضیحاتی بدید راجبش، یک موضوعی رو من دیروز مطرح کردم و قصد دارم این رو ادامه بدم و پیگیری بکنم و اون این هست که آیا شما احساس میکنید بعد از این همه سال که عده زیادی از ما در خارج از کشور زندگی کردیم، آموختیم که خودمون راجع به نظراتی که، یعنی تصمیم هایی که میگیریم، با مطالعه، با خواندن، با مداقه کردن در مورد اون مسائل تصمیم بگیریم؟ منظورم دقیقاً همین جریانی است که الان میشه این بوته آزمایشی است که میتونیم نشون بدیم که تا چه حد ما در این مورد آب دیده شدیم، تا چه حد آموختیم از این زندگی در خارج از کشور که اگر میخوایم رأی بدیم در یک انتخابات به نفع شخص و اشخاص مختلف، آیا این تصمیمی رو که بسیار هم میتونه مهم باشه و من همیشه توصیه میکنم هموطنانی که مقیم امریکا هستن برن و رأی بدن برای اینکه حضور مؤثر خودشون رو در جامعه ای که آمدن و دیگه مهمان هم نیستن، آمدن اینجا و دیگه به عنوان یک شهروند اینجا به حساب میان، حضور خودشون رو نشون بدن و نشان بدن که ایرانی ها فعال هستن در پهنه سیاست امریکا. آیا ما به اون مرحله رسیدیم که اگر میریم به آقای دونالد ترامپ یا میخوایم به خانم کلینتون یا آقای برنی سندرز یا هر یکی دیگر از این کسانی که این روزها مطرحن رأی بدیم، این رو خودمون مطالعه کردیم تمام زیر و بالای این به اصطلاح مسائل رو جستجو کردیم ببینیم که واقعا آقای دونالد ترامپ چی میگه، هدفاش چیه، چه برنامه هایی داره، آیا برنامه ای داره یا نداره، آیا راجب اصول کلی رو که برای سیاست امریکا مهمه مطرح میکنه یا به گونه دیگری با پرخاشجویی میخواد مسائل دیگری رو مطرح بکنه، آیا خانم کلینتون که سوابقی داره که میتونه به ضررش باشه رفتیم، به هر حال رفتیم مطالعه بکنیم، یا اینکه صرفاً به خاطر اینکه از فلان رسانه شنیدیم که این یکی خوب است آن یکی بد، یا اینکه کسی رفقایی نقل قولی کردن تصمیممون رو بر اون اساس میگیریم؟ آیا فهم کنیم ما به اون مرحله رسیدیم که خودمون بتونیم با دقت و با درایت در این زمینه‌ها عمل کنیم؟ ببینید، من تصورم اینه که نه، چون ما با این فرهنگ هنوز آشنا نیستیم، چون ما در کشور خودمون چنین پروسه‌ای رو از سر نگذروندیم، چون ما در محیط کارمون، در محیط تحصیلمون، در محیط زندگیمون همچین پروسه‌ای رو از سر نگذروندیم. بنابراین خیلی مشکله که فکر کنیم که ما با فکر، با برنامه ریزی، با نگاه به برنامه میریم در یه انتخابات شرکت میکنیم و رأی میدیم. من تصورم اینگونه نیست. به همین خاطری که شما در ملاحظه میکنید که بسیاری از افراد ما ایرانی ها موقعی که میخواییم یه تصمیم بگیریم نگاه نمی کنیم به اینکه آیا این فرد با برنامه‌ای که داره با منافع ما میسنجه یا نه، یا با منافع ما میخونه یا نه، ما اینو توجه بهش نمی کنیم. به همین خاطر شما تو جامعه ایران هم ببینید، برای اینکه صف‌بندی ها مشخص نیست، ببینید تو ایران اگر ملاحظه کنید رئیس کمیته امداد کیه؟ اسکرولادیه که مال بازاره، یعنی جناح در واقع بورژوازی تجاری رو نمایندگی میکنه. بعد اون وقتش او دم از مستضعفین میزنه، دم از محرومان میزنه که هیچ تناسبی باهاشون نداره. بعد اگه چپ ایرانم ببینید میگه همون مستضعفین، بعد اون موقع هر کی رو ببینید همین داستانو میگه. چرا؟ چون هیچی مشخص نیست، چون صفا مشخص نیست، چون جایگاه ها مشخص نیست، گویی که مثلا
حتما شعار مستضعف دادن، شعار نمیدونم چپ دادن، این ارزشه. شما اگه تو غرب برید، بیایید تو هر جا برید، اونی که راسته با افتخار میگه راستم، از ارزش‌های راست دفاع میکنه. یه همچین موضوعی در جامعه ما نیست. این به خاطر درهم ریختگیه و متاسفانه این یه واقعیته. حالا توی انتخابات هم که میشه خیلی موقعات حتی در همین خارج از کشور هم همین موزر رو میبینیم و این نگاه نمیشه که آیا با توجه به اون چیزی که ما مد نظر داریم یا اصلا منافع ما حکم میکنه، آیا ما در انتخابات ها شرکت میکنیم یا رای میدیم یا نه. من خیلی موقعی که دوستان بود توی سوئد به من گفتش که به کی رای بدم، گفتم ببین چیکار میخوای بکنی، میخوای این خونه که توش نشستی رو بخری؟ گوره گفتم بس به راستا رای بده. ببین چون با اول تو بفهمی چیکار میخوای بکنی. بله. اگر میخوای این خونه که توش نشستی رو بخری، خونه دولتی رو میخوای بخری، پس به چپ نرو رای بده، بعد به راسته بدی. ببینید بعد ببینید منفعت تو چی حکم میکنه. یعنی بخوای یه شعار بدی، بله من ممکنه به خاطر اینکه از بودجه دولتی استفاده میکنم، از حمایت دولتی استفاده میکنم، خب معلومه برم به چپ رای میدم، برای اینکه اون حتما مثلا این رو بیشترش میکنه. بنابراین این مسئله رو کمتر بهش توجه میکنه. حالا در انتخابات امریکا هم من ممنونم که سنتاً خیلی از ایرانی ها اینجوری هستن، میگن نمیدونم آی کارتر مثلا فلان کردش، حالا بریم مثلا همه هر چیز جمهوری خواست رای بدید. حالا سن نگاه نمیکنه آیا در محیطی که زندگی میکنه مثلا این به نفعشه بره مثلا به جمهوری خواست رای بده یا به دموکرات بده. برنامه اینو ببینه، برنامه اون رو ببینه، بعد بر اساس اون تصمیم گیری بکنه. کمتر من دیدم، نه اینکه نیست، مطمئنا از ایرانیان همینطوری که عرض کردم میدن رأی میدن، ولی خب مجموعه را اگه بخواید در عنوان فرهنگ بخواییم ببینیم، نه نیست اینجا. من خیلی ممنونم که شما، اتفاقا من میباید این رو هم مطرح میکردم که در ایران هم ما شاهده یه چنین چیزی هستیم. به طور قطع وقتی که میان لیست هایی رو در اختیار کسانی که باید برن رأی بدن میگذارن و این افراد شاید کوچکترین شناختی هم ندارن با این کسانی که میرن و فقط چون گفته بهشون برید رأی بدید رأی میرن میدن، خود این هم ناشی از همین کمبودی است که شما هم اشاره کردید که ریشه هاش برمیگرده به سالیان سال در اون چه که ما باش روبرو بودیم و انتخابات واقعا یک وسیله بوده برای دولت مردان و برای کسانی که در قدرت بودن که بتونن قدرت خودشون رو مستحکم تر بکنن و یک ظاهر زیباتری رو با انتخابات بود. البته این را عرض کنم خدمتتون، این فقط مشکل دولت و دولت‌ها نبوده ها. بله بله. یعنی که فکر کنیم مثلا شما تو جریان سیاسی ایران ببینید، تو احزاب رو ببینید، تو گروه‌ها رو ببینید، این مشکل رو می‌بینید ها. این مشکل رو اگر بدتر نباشه قطعاً کمتر نیست، بهتر نیست شرایط. بنابراین شما همین رو که می‌بینید در گروه‌های سیاسی که میرید می‌بینید، اونجا همین نوع اقتداره، اونجا از طریق به اصطلاح خودشون مطرح می‌کنن سانترالیسم دموکراتیک که اصولاً فقط سانترالیسمه. بعد کسانی که تازه به اون بالا می‌خوان برسن بدون خیلی از نقاط بدون انتخابات، بحث خودشون بر اساس صلاحیته. ولی خب همین رو شما تو جامعه هم می‌بینید، تو حکومت هم می‌بینید، به خصوص در حکومت‌های استبدادی. بنابراین ما این مشکل رو داریم. حالا چجوری بخوام حلش کنیم یه بحث دیگه است، ولی در این که مشکل بله فقط به حکومت ها رب نداره. ببینید این رو من علت این که مطرح کردم و همونطور که عرض کردم این رو میخوایم ادامه بدیم که یه چیزای روشن بشه، اظهار نظرهایی رو که میشنویم از طرف مهمانان برنامه مثل شما و شنوندگانی که از طرق مختلف تماس میگیرن با این برنامه و نظرشون رو اعلام میکنن، بعد نیست در این مورد یه کمی دقت بکنیم ببینیم که واقعا کجای کار هستیم. ولی علت عنوان کردم با شما این بود که دیشب که با هم دیگه صحبت میکردیم یا دیروز به وقت شما، مسئله این مشکلی که ما با نخواندن مطالعه نکردن داریم مطرح شد و این که شنوندهی که تلفن زده بودند و من اصلا نمیخوام راجع به اون موضوع وارد این بحث بشم، شما و خواسته بودن که سوالی رو از شما مطرح بکنن و شما گفتید جواب این سوال در نوشته های من هست. شما هزاران صفحه مطلب نوشتید راجع به مشکلاتی که داشتید، زندان شدنتون، شکنجه شدنتون و اون چه که لازم بوده در کتاب ها مطرح کردید و گفتید من اینها رو هدایت میکنم به مطالعه که برن بخونن.
یکی از کمبودهای بزرگ دیگری که ما داریم نخوندنه و ما اکثرمون نخوانده ملا هستیم. یعنی ما باز از طریق همین اطلاعات افواهی که داریم از شنیدن داستان از زبان این و آن یا رسانه‌های مختلف به اصطلاح ذهنیتمون شکل میگیره و این هم یکی از اون مسائلی است که البته عمومیت نداره، ولی ما میبینیم که مثلا کتاب فروشی ها در این لس آنجلس واقعا با مشکل طرفن، برای اینکه کسی کتاب نمیخونه، کسی نمیره کتاب بخره. نه در اروپا هم همینطوره. ببینید در اروپا، خب اینو خیلی شما واضح میبینید، برای اینکه یه سوئدی یا هر اروپایی همون حقوقی رو دریافت میکنه که من نوعی میکنم، توی یه شرکت کار میکنید، توی یه اداره کار میکنید، حقوقمون هم مساویست. چه بسا سوئدیه یه نوع خرجهایی داره که اساسا من نداشته باشم، ولی وقتی که نگاه میکنید او همیشه یک بخشی از پولش رو برای همین کتاب میذاره، برای فرهنگ میذاره، برای برنامه‌های فرهنگی میذاره، در صورتی که ایرانی نمیذاره و بسیار بسیار محدود و کم هستن، بسیار بسیار محدود و کم. این اشکال ماست، برای که ما اساسا با فرهنگ خوندن بزرگ نشدیم. ما بیشتر فرهنگمون فرهنگ شنیداریه، به همین خاطره که میتونه تلویزیون یا حتی رادیو نقش مهمی داشته باشه. اتفاقا تو جمهوری اسلامی رادیو و تلویزیون نقش مهمی در بسیج افکار عمومی داره، در بسیج مردم داره، یعنی رسانه‌های شنیداری. و به همین دلیله که این چون فرهنگ از اول سینه به سینه بوده، گفتن شنیدن، هنوز ما عادت به خوندن پیدا نکردیم و به خصوص اینکه دقیق باشیم. مواردی رو فرد به خود من مثلا میخوام بگم منتسب میکنن و میگن فلانی گفت، میگن کجا میگی تو کتابش. ببینید من تردیدی نیست که همچین چیزی در کتاب من نیست، ولی منتها خوب میگن این مشکلی است که جامعه ما یعنی رنج میبریم ازش و متاسفانه برمیگرده به آموزش ما از بچگی تو خانواده و بخشش هم به فرهنگ. یعنی خیلی کار داره تا بتونه این مشکل رو حل کنیم. امیدواریم که این نسل جدید که واقعا فکر کنم تفاوت‌های فاحشی داره با لااقل نسل ما، شما هم بیشتر از نسل جدید هستید تا در مقایسه با ما، امیدوارم که همتی باشه و می‌بینیم این همت رو که یک کمی در این زمینه تفاوت به وجود بیاد. آقای مستاقی، این مطلبی رو که الان در سایت گویا هست، دوستانی که علاقه‌مندان میتونن برن ببینن، تحت عنوان تلاش دستگاه اطلاعاتی رژیم برای تماس با پرویز ثابتی، ایجاد رابطه با امریکا، شکایت از مجاهدین و گفتگوی شما هست با آقای پرویز معتمد. پرویز معتمد کیه؟ چطور شد که شما با او تماس گرفتید؟ از چه طریقی و چگونه شد که این سری من توی همون نوشته هم توضیح دادم روش به گذشته ایشون که از مسئولین در واقع کمیته مشترک در تیمای تغییر مراقبت بودن، مسئول شنود کمیته مشترک بودن. خب یه سابقه 20 ساله هم توی ساواک ایران در زمان پهلوی داشتن و به تبع یکی از کسانی هستن که از نزدیک در جریان بسیاری از تحولات بودن و منم با ایشون سال 2013 بعد از دو سال گفتگویی که باشون داشتم، بعد مصاحبه باشون کردم و حضوری و مطالبی رو ایشون مطرح کردن، با همدیگه صحبت میکردیم، حالا چند تاشو منتشر کردم و موارد دیگه هم هست زیاد میدونم، حالا هر موقعی که لازم شد راجبه اونا رو منتشر میکنم، چون بیشتر من سعی میکنم ببینید با انتشار یه موضوعی، چون مصاحبه که برای مصاحبه که نمی کنیم، چون من اصلا نه کارم نه مصاحبه گرم و نه اصلا کار من اینه و تو این زمینه فعالیت میکنم که بخوام با شما یه شغل نگاه کنم، بنابراین برای من مصاحبه برای مصاحبه نیست. اینقدر موضوع برای مطرح کردن دارم که لازم نباشه که از این طریقا بخوام موضوعی رو، یعنی موضوع نداشته باشم بخوام خودم رو مطرح کنم. واقعا موندم که همیشه کدوم مطلبم رو اول انتشار بدم، ولی یه مسئله است و اون اینه که این موضوعی که بخوام مطرح کنم یا این گفتگو چه مسئله ای رو میخواد حل کنه. دقیقاً ما ملاحظه میکنیم همین مطلب اخیرم رو که من منتشر کردم و همین موضوعی که شما تلاشی که رژیم میکرده برای حالا ارتباط با امریکا، با آقای ثابتی یا همچنین شکایت علیه مجاهدین، در واقع به این علت بود که در این شرایط منتشر کردم که
اسناد تلاش خمینی برای ایجاد رابطه با امریکا منتشر شده توسط بی بی سی. بله. و اسناد محرمانه دولت امریکا که منتشر شده. بنابراین در یک همچین شرایطی من میام این گفتگو رو منتشر میکنم که بگم ببینید این فقط این مورد نیست، همین الان هم هست. ببینید مذاکراتی که در طول سالهای گذشته با از طریق دولت واسطگی دولت عمان صورت گرفته، حتما جای دیگه هم بوده، حتما موارد دیگه هم هست که خب توی آرشیف های محرمانه است، منتشر نکردن، احتمالا اونا هم 30-40 سال بعد منتشر میشه. بنابراین من میخواستم بگم ببینید این موضوع فقط نیست. ببینید حتی از طریق کانالی مثل مثلا کانالی که رژیم تصور میکنه از طریق کانال ساواک میتونه یه کاری بکنه، از همون جا هم وارد میشه. یعنی از همه در واقع کانال ها سعی میکنه استفاده کنه. رژیم جمهوری اسلامی هیچ مرزی نداره، من اینو قبلا تاکید کردم روش. من یه موقعی در سال 2006 یعنی درست 10 سال پیش یه مقاله نوشتم راجع به شرایط عراق. اونجا توضیح دادم که ببینید رژیم جمهوری اسلامی براش سنی شیعه فرق نمیکنه، مسئله اصلیش در عراق ایجاد مشکله برای دولت امریکا، بنابراین هر کسی که بتونه این مشکل رو ایجاد کنه اونا استقبال میکنن. اینو من 10 سال پیش نوشتم. شما ملاحظه میکنید ملا منصور اختر زمانی که از پاکستان اومده بود داشت از ایران به پاکستان برمیگشت و بعد از 2 ماه حضور در ایران مورد اصابت موشک نیروهای امریکایی قرار گرفت، همون از طریق بهباد که زدنش. پس بنابراین توجه داشته باشید ایشون سنیه ها، بعد طالبان ها، بعد به اصطلاح دشمن رژیم بوده ها، بعد ببینید دیپلمات های رژیم تو اونجا کشته ها، ولی چون رژیم فکر میکنه میتونه مشکل ایجاد کنه در روند صلح در افغانستان و میتونه اونجا نابسامانی ایجاد کنه، ملا منصور اختر رو میاره تهران، میاره ایران، 2 ماه اینجا هست. این اولین دیدارش نبوده، بنابراین هیچ پرنسیبی ندارن اینا. حالا علارغم همه مطالبی که راجع به ساواک میگن، اگر یه جایی بتونن و امکانی براشون حاصل باشه حتما اقدام میکنن. من اومدم این مصاحبه رو الان گذاشتم، خب موارد دیگه هم بود، به خاطر اینکه بگم ببینید همین الان هم اینطوریه. این شیوه خمینی نیست، جمهوری اسلامی اینه، از قدیم بوده الان هم هست و اون موقع هم به دنبال ارتباط بوده. علارغم همه شعر و شعارهایی که میدن یا خمینی حرفایی که میزده، ولی در پس پرده چیز دیگری بوده. الان هم همینطوریه. خب مشخصه الان کتاب اومده بیرون که در می 2009 یعنی در اردیبهشت 88 درست قبل از انتخابات 88 در دوران احمدی نژاد یک پیام به دولت عمان رژیم میده برای گفتگو با امریکا که باعث تعجب امریکایی ها میشه. بله من راجع به این موضوع صحبت کردم دیروز. بله. اتفاق راجع به این کتاب و راجع به این که خانم کلینتون چه نقشی داشته. بله بله. بله. شما ملاحظه کنید دوره احمدی نژاد اصلا قبل انتخابات 88 پس این رژیم رو بایستی اینطوری دیدش. حالا من بگم ببینید اینجا هم اینها اتفاقا باز اینو خدمتتون میگم، این تلاش رژیم برای ایجاد رابطه با امریکا قبل از انتخابات 88 بوده. بله بله درست. و من پیامی رو که فرستاده بودن رو دیدم. عجب. و شماره تماسی رو که دادن من دیدم. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که پس فقط رژیم از طریق عمان عمل نمیکنه، از هر طریقی که بتونه عمل میکنه. خب حالا ایشون یا مثلا تلاشی که میکرده مثلا برای اینکه خانواده، ببینید رژیم جمهوری اسلامی اینو توجه داشته باشید، میناله از اینکه به خاطر پرونده امریکاییایی که در لبنان کشته شدن 2 میلیارد دلار ایرانو در واقع جریمه کردن، درسته؟ بله. همون موقع خودش داره تلاش میکنه
یا میخواد تلاش بکنه از طریق آقای معتمد بلکه بتونه وصل بشه به کانال های در امریکا که خانواده کسانی که توسط مجاهدین در دهه 50 ترور شدن در ایران، امریکایی ها اونا رو واداره بیان شکایت کنن در دادگاه چی؟ در دادگاه بلژیک. پس توجه داشته باشید و در اتحادیه اروپا و در دادگاه فرانسه ببینید، پس توجه داشته باشین که این رژیم میخواد از امریکایی ها استفاده کنه، از خانواده امریکایی ها. اینایی که اینقدر نعره ضد امپریالیستی میکشن، اینقدر نعره ضد امریکایی میکشن، ضد استکباری میکشن، مبنی بر این که آی نمیدونم هزار تا هزار تا جنازه هاشو میفرستیم و فلان، اینا به اینجا که میرسه میخوان با امریکایی همگام بشن، همراه بشن و میشن ها. این خصیصه خمینیست. و ببینید خود خمینی میگه، یعنی آیه قرآن میگه و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا مکر و حیله باهاش بزرگ شدن، با مکر و حیله. و میگن ببینید وقتی خدای شما نماد حیله‌گریست و حیله‌گرترینه و الله خیر الماکرین، بنابراین شما که پیرو به او هستید نمیتونید از این قاعده پیروی نکنید. فرهنگ شما این رو میگه. متاسفانه امریکایی‌ها و غربی‌ها این واقعیت رو در نظر نمیگیرن و همچنان فریب این رژیم رو و بازی‌هاش رو میخورن. ببینید و نگاه نمی‌کنن. این میگه والله خیر الماکرین. این فهم خود امریکا. ببینید شما موتور حرکت امریکا چیه؟ اقتصاد امریکا چیه؟ اون اولی که اومدن تو امریکا میگفتن چی؟ میگفتن هر کس که پولدارتر است به خدا نزدیکتر است. این شعار، این فکر، این تفکر امریکا رو ساخته. حالا تصورشو بکنید یه فرهنگی، یه دیدگاه و یه نگاهی که میگه والله خیر الماکرین و مکرو و مکر الله. ببینید این یعنی چی؟ این یعنی اساسش، بنیانش بر مکر و حیله است. بعضیا نمیخوان اینو بفهمن. این ترجمه این متن عربی چیه دقیقاً آقای؟ میگه خود میگه حیله میکنه، حیله میکنه. خداوند مکارترینه. خدا میگه از همه حیله‌گرتره. بله میدونید؟ بله. میگه از همه حیله تر. میگه بحث میکنید، میگه خدا از همه حیله‌گرتره. یعنی مکر ما، مکر شما بالاتره. یعنی هر پرده‌ای که شما بیاید ما یه پرده بالاتر اونیم. و هستن دیگه. هیلگری. و هستن دیگه نیست؟ و بله هستن. هستن. و اتفاقاً یه چیز دیگه هم میگن. اینو من یادم چند سال پیش اتفاق و اون مسئله حالا جدا از اون تقیه و توریه و اینا که اصلا توریه که اصلا دروغگویی شرعی و مذهبی است و مردم کمتر باهاش آشنا هستن، البته با لفظ با خود موضوع هستن و ولی با این عنوانش، یعنی توریه. ولی و بعدیش هم ببینید اینو همشون بهش قائل هستن. یه بحث دیگه، لا حیا فی الدین، در دین حیایی نیست. پس لا حیا فی الدین، در دین حیایی نیست. این رو هم بهش باور دارن. اتفاقا این رو چند سال پیش، سه سال و نیم پیش مسعود رجوی رهبر مجاهدین هم روش تاکید کرد، گفت لا حیا فی الدین، در دین حیایی نیست. و واقعا هم حیا ندارن و واقعا هم شرم ندارن، چون بر این اساس این تفکر این هاست، این فرهنگی که میگه و اشاره میده. و یه موضوع دیگه ای که هم آخونده بهش باور دارن و اتفاقا فرهنگ مجاهدین هم بر همین اساس سواره، و اونم اینه که در واقع به مخالفینشون و کسانی که اونها رو به چالش میگیرن، اونها میگن کسانی که بدعت میارن. بدعت یعنی تازگی میاره، یه حرف نوعی میزنه، چیز نوعی میگه. یعنی دکون اونها رو ممکنه تخته کنه، یا دکون اونها رو تخته کنه درش رو، یا موازه اونها رو تخته کنه. میاد چی میگن؟ میگن که به این میتونید هر اتهامی رو بزنید، میتونید هر اتهامی رو به این بزنید
چرا؟ برای اون که اونو بدنام کنید یا گوشه‌گیر و منزوی کنید. این اصلیست که فقه شیعه بهش باور داده. بر همین اساسه شما اگه بهایی‌ها رو دیده باشید ببینید چه اتهاماتی بهشون میزنن. اولیش جنسیه. چرا؟ چون فکر میکنن جامعه مذهبی به این مسئله حساسه. به همین دلیل بدترین زشترین اتهامات رو، اتهامات جنسی رو اتفاقا اول به بهایی‌ها میزنن. چرا؟ حالا چرا؟ چرا این دشمنی اینقدر با بهایی هاست؟ میدونید چرا؟ این دشمنی که با بهایی داره با مسیحی نداره، درسته که بهایی خب نزدیک نره که، بالاخره تو شیعه در اومده. چرا؟ چون میخواد دکون دستگاهمون رو تخته میکنه. به خاطری که میاد میگه آقا این داستانی که اینا میگن مهدی و مهدی، مهدی کجا؟ ما اومدیم تموم شد. بنابراین معلومه دشمنش با او بیشتر باشه. شما در خود چیزم شما ملاحظه کنید، در مثلا مجاهدین هم ملاحظه کنید، اونم یه جریان مذهبی است. ضدیتی که مثلا مسعود رجوی با من داره قطعا با خامنه ای نداره. چرا؟ چون من قدرت اونو به چالش میگیرم. و برای اینکه شما را از صحنه به در بکنه، به زعم خودش هر تهمتی رو مجاز میدونه، هر زشتی رو مجاز میدونه، هر بی پرنسیبی رو مجاز میدونه. و اتفاقا یه اصلی رو لاجوردی هم در زندان روش تاکید میکرد و روحانیون بهش باور دارن، میگن ما موظفیم که به کفار دروغ بگیم و اینم میکن به صراحت. لاجوردی که به صراحت تو زندان هم میگن، میگن بله ما موظفیم به کفار دروغ بگیم. من میگفتم آقای مشتاقی بپردازیم به این سری مقالاتتون. ممکنه اشاره بفرمایید به اینکه چگونه شد که شما تماس گرفتید با این شخصیت؟ و عرض کردم این مقالات در زمینه‌های مختلف هستش، فقط که تو این نیست. من یه مقاله راجع به حمید اشرف بود، یکی بله بله. در واقع خب میدونید چریک‌های معروف در دوران پهلوی، کسی که 5 سال ساواک در به در به دنبالش بود و از محلکه های گوناگونی گریخته بود و در درگیری با نیروهای ساواک تعداد زیادی از اونها رو به قتل رسونده بود و خودش بارها زخمی شده بود، از محاصره ها گریخته بود. بنابراین براشون خیلی اهمیت داشت و خود شاه موضوع رو دنبال میکرد و در بولتن های در واقع ساواک هم این موضوع میومد. حالا ولی در هر صورت ایشون، من باشون گفتگویی که داشتم به عنوان کسی که مسئول اصلی پیگیری حمید اشرف بوده و اتفاقا در اثر تلاش‌های ایشون به این نتیجه رسیدن، یا خونه او چند بار محاصره شده و موضوعی که خب تو اونجا راجبش زیاد صحبت کردیم، و ایشون شهادتی رو میدن در ارتباط با حمید اشرف، چون دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم اومده بود و متهم کرده بود که 2 تا بچه‌ای که در یه درگیری کشته شدن، اینا رو حمید اشرف تیر خلاص به سرشون زده و فرار کرده. در صورتی که ایشون شهادت میدادن به عنوان کسی که خودش مسئول پرونده بوده، خودش دنبال کرده و خودش در صحنه حضور داشته، میگه اصلا قبل از اینکه درگیری ایجاد بشه حمید اشرف حلقه محاصره ما رو شکوند و فرار کرد و تا اون موقع اصلا تیراندازی نشده بود که کسی بخواد به قتل برسه یا نرسه. حالا در هر صورت خب من عرض کردم من ایشون رو میشناسم، چه سالها باشون برخورد داشتم، قبلا تلفنی داشتم، گفتگو داشتم، منتها بعدن این قرار شد که مواردی رو که ایشون مطرح میکنن رو منتشر بکنم. بعد به همین دلیل خب من رفتم پاریس و با ایشون دیدار کردم و مسائلی رو که در سال 2013 بود و مواردی که مطرح کردن رو خب تو گفتگو با هم دیگه اونا رو ضبط کردم. حالا بعدا ما اینا رو منتشر کردیم. و خب یه موضوع مهم دیگه هم که بود مسئله اینه که ایشون در دستگیری خمینی شرکت داشتن و کسی هستن که همراه خمینی در خونه قیتریه بودن، خونه حاج غلام حسین روغنی، مسئول حفاظت از اون خونه بودن و همچنین در
خمینی رو به قم بردن، بعد بار بعد که خمینی رو دستگیر کردن و به ترکیه تبعید کردن، ایشون باز جز یکی از کسانی بودن که در تیم مزبور برای دستگیری او شرکت داشتن. باز ایشون کسی هستن که در حمله به حوزه علمیه قم شرکت داشتن. همه این موارد رو از زاویه نگاه خودشون مطرح میکنن، مسائلی که اون موقع مطرح ایشون میبینن و مطرح کردن. من تصف خودم فکر میکنم که ببینید تاریخ ما، آقای مصداقی 30 ثانیه وقت داریم، بر دلم میخواد که در جلسات آینده در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، نکات مختلفش. خواهش میکنم حرفتون رو تموم بکنید. خواهش میکنم. من فقط میخواستم این رو بگم که ببینید تاریخ ما باید از جنبه های گوناگون بهش نگریسته بشه و نقاط ضعف و قوتش رو ما ببینیم، روایت های گوناگون مطرح بشه به عنوان یه تجربه همه، و بتونیم ازش درس بگیریم برای ساختن آینده کشورمون. گفتگو با آقای پرویز متعادم تو همین چارچوبه، فقط برای اینکه موضوعات از یه سمت دیگه هم مطرح بشه، مردم یه سمت دیگه هم بشنون ببینن، و خب بعدن میتونن تاریخ نگارها بعدن میتونن بله. افراد مراجعه کنن و نتایج خودشون رو از این گفتگوها در کنار دیگر روایات بگیرن. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما، خدافظی میکنم، شب بخیر میگم.